لحظه خوش آمد به یکی که خانم ها آقایی که محبت کردن و درگرده همونی اعتراضی به مناسبت دومی سال پس سردی کردی و خانم رهنما شرکت کردن. وقتی صحبت از جنبش سبز می کنیم طبیعتا از جنبش سبز نمی کنیم که مثل انقلاب مشروطه در بیش از یک قرن پیش رخ داد و پایان یافت یا حتی از نهضت ملی، همینطور از جنبش سبز نمی کنیم که مثل انقلاب در سه دهه پیش رخ داده. از اتفاقی که نه فقط در سال 88 تمام سال رو متاثر کرد از خودش، بلکه همچنین از اتفاقی که حتی در 25 بهمن 89 دوباره میلیون ها نفر رو در شهرهای مختلف کشور به خیابان کشید و همینطور از جنبشی که دو سال هستش، دو نفر از برجسته‌ترین نمادهای اعتراضی اون که به هر حال دو نامزد اصلی انتخابات پرمناقشه سال 88 بودن در حصر غیرقانونی هستند و بدون حتی برگزاری یک دادگاه نمایشی و فرمایشی مطابق دادگاه‌های دیگر جمهوری اسلامی همچنان در بازداشت بدون هیچ گونه توجیه قانونی به سر می‌برند. خانم ها و آقایان، حصر آقای میر حسین موسوی و شیخ الاسلام محمد کروبی رهبران جنبش سبز صرفاً به دستاویز دعوت آنان از مردم ایران برای یک تظاهرات آرام و مدنی با انگیزه همراهی و همبستگی با بهار عربی و در پی آن بازداشت و زندانی کردن ده‌ها شخصیت برجسته سیاسی آزادیخواه ایران و اهل قلم و مطبوعات واقعاً خشم‌آور و طغیان برانگیز است. این رویداد عریان‌ترین گواه بر تصمیم دستگاه حاکم برای مقابله با جنبش آزادی خواهی مردم ایران و تحکیم هرچه بیشتر پایه های حکومت استبدادی مطلقه بر محور و مرکزیت آیت الله خامنه‌ای است. این عزیزان و نیز دیگر زندانیان سیاسی این سرمایه های گرانقدر جامعه ما به خاطر مبارزه برای آزادی و تأمین حقوق شهروندی تک تک ما ایرانیان گرفتار حبس و محرومیت و بسیاری در بند و زندانند. چگونه ممکن است برای برخی حسابگری های زودگذر سیاسی مثلا شرکت بی قید و شرط در انتخابات، آن نیز انتخابات مهندسی شده و فرمایشی، شرکت جز و نسبت به سرنوشت این عزیزان بی تفاوت ماند؟ این جنبش سبز یک مختصاتی داشت که به نظرم میوه همه این رنج ها بود و خواست مهمی هم نداشت، خواست بسیار ساده انسانی داشت که البته ساده و در این حال پیچیده است. یعنی که همین که رأی من که مهمترین شعاری بود که داد به نظرم، این شعار از این فضا بود که موسوی و آقای کروبی و خانم رهنورد بیرون آمدن، همونطور که از فضای موجوده در جامعه و فضایی که در دوران آقای هاشمی رفسنجانی به وجود آمده بود اصلاحات بیرون آمد. یعنی اینها نیامدن که ما اصلاح بکنیم، اینها نیامدن که ما جنبش سبز بکنیم، اینها محصول اون واقعیت جامعه بودن و خوشبختانه آقای موسوی و آقای کروبی همراه با این جنبش رشد کردن، جوری که خیلی دیگه دشوار نیست همه با دیدگاه‌های مختلف از اونها به عنوان زبان خودشون، به عنوان رهبران خودشون صحبت میکنن. در نتیجه من زمین که مرتب واقعا احترامم به اونها اضافه تر شده، اینجوری ماجرا رو میبینم که جمهوری اسلامی با حبس آقای موسوی، آقای کروبی و خانم رهنورد در واقع جنبشی رو که به واقع در دل جامعه ما جریان داره و از بین رفتنی نیست، حالا اسمش رو میتونن یک کاره بکنن یا هر چیزی، این جنبش رو در حصر نگه داشته. این مقاومت رهبران جنبش سبز و زندانیان سیاسی خود شورآفرین و امیدآفرین برای مردم هست و قطعا افتخاری که مردم به خاطر این انتخابشون داشتن امروز بیش از پیش بوده و در چه کسانی که در پیش از انتخابات انتخاب کردن این راه و روش رو و چه آنهایی که در فردای کودتای انتخاباتی همگام و همراه با جنبش اعتراضی ایران، جنبش سبز،
در کنار رهبران جنبش بودن، امروز از این انتخاب خودشون پشیمان نیستن و در مقابل آنهایی که دم از بصیرت می‌زدند و مدعی بودند که به شکل فریبکارانه در خصوص بصیرت صحبت می‌کردند و می‌خواستند که غافلان را همساز بکنند، امروز حتی نه برای مردم که حتی برای نزدیکترین و وفادارترین نیروهای خودشون هم پاسخی ندارند و باید خدا را شکر بکنیم که اتفاقاتی که در این چند وقت اخیر افتاده در واقع به تعبیر قرآن دشمنان ما رو از همقا و احمقها قرار داد و بلاحت اونها باعث شد که شرایط به گونه‌ای بشه که حقانیت و حقانیت جنبش سر و حقانیت مردم و رهبران جنبش سر و زندانیان سیاسی بیش از پیش حتی برای حامیان و وفاداران خودشون باشه و این به اعتقاد بنده یک سرمایه است. پروسه خسته کردن مردم و بعد دستگیری موسوی و کروبی دقیقاً یه پروسه حساب شده بود. اول خسته کردن و بعد دستگیر کردن و ایران هم قیامت نشد. جنبش سبت گفتم تاثیر داشت. حالا چرا این حرف رو میزنم؟ الان برای رفع حسر آقایان موسوی و کروبی هم کسا همه ماها اگر بتوانیم رو خواستهای مشخصی توافق کنیم که این آزادی در ادامه آزادی جامعه مدنی است، اگر موسوی و کروبی از حسب بیان بیرون حرف بزنن شاید کشتی احمدی نژاد یه مقدار بیلنگرتر بشه، چون الان کشتی او دارد میاد روی آب با شعار یارانه و جداییش از تورم. گرانی فرق دارد با سیاست احمدی نژاد و موفق شده در اخشار حامی اینه جا بیاندازد، چه شما بخواهید و چه نخواهید و اینه در انتخابات خواهید دید. به همین خاطر من به یک نکته راهبردی باید پیش ببرم. ببینید ما خیلی چیزها رو توافق داریم، ما آزادی میخوام، معتقدیم جامعه مدنی اصل اساسا نه موسوی و نه کروبی و نه هر سیاست مدار دیگر در ایران حاکم بشود بدون جامعه مدنی دیکتاتور میشود یا از دولت پرتش میکنم بیرون. این قاعده تکراری است، ما همه اینا رو میدونیم. ما حالا باید دنبال این باشیم چه روش های راهبردی میدونیم بذاریم رو حداقل تمام نیروها از دید مدنی که رفع هست اینا یک مود جهانی پیدا کنه. آقای خامنه‌ای و همه دیکتاتورای دنیا خیلی کار رو ازشون ساخته است. میتونن رأی مردم رو بدوزن، میتونن اعلام کنن ما با 99% برنده انتخابات شدیم، میتونن از اطراف یه جمعیتی رو جمع بکنن از اکثر نقاط مختلف کشور 40-50 هزار نفر رو توی میدونی تهران نگه دارن بگن ما حماسه نه دی درست کردیم و رهبران رو زندانی کنن، بکشن، هر جنایتی دیگه میتونن بکنن، ولی توی یه میدونی عاجزن و ناتوان و اون نابود کردن رشته ها و پیوند های اعتمادی است که میان شهروند یک کشور با رهبرانی که از خواسته های مردم، از خواسته های شهروندان، از حقوق شهروندی دفاع بکنن و روی این خواسته ها بایستن و هزینه بدن و مقاومت بکنن در برابر حکومت. اصطلاح حصر یا حصر خانگی یکی از نیرنگ هایی بوده که جمهوری اسلامی از همون سالهای نخستین حکومتش به وجود آورده و متاسفانه این نیرنگ سازگار و در حال مؤثر بوده، به لحاظ اینکه هنوز هم من اینجا می‌بینم ذکر شده که حصر رهبران جنبش سبز و تمام کسایی هم که قبل از من صحبت کردن صحبت از حصر و حصر خانگی کردن. از نظر من آقای کروبی، آقای موسوی و خانوم زهرا رهنورد زندانی هستن و زندانی هستن در کنار دیگر زندانی هایی که در جمهوری اسلامی الان زندانی هستند. آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد برآمده از یک جنبش اجتماعی عظیمی هستند که چندین میلیون نفر در اون جنبش شرکت کرده اند، صرف نظر از اینکه خود اون آقایان هر کسی چه حسابی باشون داشته باشه، از نظر خطی، از نظر سیاسی. شاید من که اینجا نشستم یکی از کسانی باشم که از نظر شخصی بیشترین حسابا دارم، اما این حساب من دیگه مطرح نیست.
شیمیای این که یک نفر آدمی در یک شرایط تاریخی بدل به یک عنصری بشه که نمادی از یک حرکت تاریخی بشه، مردم بشه، شیمیای خاصی است. فرصت بحث کردنش الان نیست، اما تردیدی ندارید در این مسئله که این ترکیب سه نفر در سال 1388 در ایران بدل به یک نماد از مبارزه یک ملتی شد که حداقل خود حکومت میگه 13 میلیون، من میگم بیشتر از اینها، اما کیفیت هایی داره. جامعه شهری متوسط ایران که محمل اصلی دموکراسی خواهی در کشور ما، خودش رو در اینها متجسد و متعین دید. دفاع از حقوق بنیادین بشر در چارچوب تحول خواهی و ایجاد تغییر در وضعیت موجود، عین کلام منشور دوم سبز هستش. همه اشاراتی به تغییر در نظام و فراتر رفتن از آن بود. حال ما جمهوری خواهان با راهکارو برای رسیدن به این هدف ها، یعنی اجرای بیتنازل قانون اساسی، مخالفیم و خواهان عبور به یک جمهوری عرفی از راه انتخابات آزاد هستیم. ولی این رقابت دیدگاه ها نه مانع همکاری عملی ما در داخل و خارج با طرفداران او برای احقاق حقوق ملت است و نه ذره ای از کوشش مشترک ما برای آزادی او و همبندانش می کاهد. پس دست در دست هم برای آزادی آنها و رهایی همه زندانیان سیاسی از بند و شکنجه و اعدام مبارزه کنیم. ما در مورد حصر آقایان موسوی و کروبی و همینطور خانم رهنورد، همینطور که آقای خسروی مطرح کردند، ما از همه ظرفیت‌های قانونی و بین‌المللی استفاده نکردیم و در اعتراض و در یک فعالیت و در یک به اصطلاح فعالیت مداوم به اصطلاح در قبال این اعتراض پیش نرفتیم. شاید بتونیم بگیم که هر سال که این سالگشت میرسه ما عکسای اینا رو تو فیسبوکمون میذاریم، تو وبلاگمون میذاریم، مقالاتی در موردشون مینویسیم، اظهار تاسف میکنیم، ولی نیومدیم که در واقع از همه ظرفیت‌های قانونی و حقوقی و بین‌المللی که میتونستیم در اعتراض مداوم نسبت به این مسئله استفاده بکنیم استفاده نکردیم، همونطور که در مورد آقای منتظری استفاده نکردیم، همونطور که در مورد کسانی که قبل از آقای منتظری در حبس خانگی قرار گرفتند این کار رو نکردیم. در این چهارچوب مسئله آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد، حبسشون، اینها در این حال که در چارچوب عمومی زندانیان سیاسی ایران هر کدوم از زندانیان سیاسی ویژگی دارن، برطرف از خانم ستوده گرفته تا آقای تایزاده، از آقای خانم بهایر هدایت گرفته تا برفرض آقای مومنی، اینها هر کدومشون میشه روش صحبت کرد که ویژگی دارن و یک قشری رو منعکس میکنن. مسئله خانم رهنورد موسوی و کهروبی خصوصیتی داره که اینها همونطور که آقای حکمت توضیح داد بر اومده از یک جنبشن، نمادهای یک جنبشن و حبس اینها یعنی حبس رأی بنا به بیان رژیم 14 میلیون آدم. حبس اینها یعنی به بند کشیدن خواست یک بخش بزرگی از جامعه ایران که خواستار مشارکت در حیات سیاسی بود. حبس اینها به معنی تقابل با خواست کسانی که اومدن با رأی منکو توی میدون و میگفتن ما میخوایم مشارکت کنیم، یا مسئله رفع تبعیض براشون مطرح بود و اینا بخش بزرگی از جامعه رو در بر میگیرن. و به همین دلیل اگر این رو بپذیریم که یک چنین تغییری که در جامعه مطرحه، اولین قدمش مسئله به وجود اومدن امکان برای مشارکت در حیات سیاسی است، مسئله مقابله با این حبس، مبارزه در این رابطه از نظر سیاسی یک ویژگی متفاوت از سایر مسائل پیدا میکنه، یک ویژگی مرکزی پیدا میکنه در هر تحولی که بخواد پیش بره، یعنی هم مقدمه یک سری مسائلی میتونه باشه، هم خودش در این حال محصول به وجود اومدن یک تعادل نیرویی که در جامعه باید شکل گرفته بشه. این یک مجازات بدل از حبس، یعنی باید اول قاضی کسی رو متهم به جرمی کرده باشه، رسیدگی صورت گرفته باشه، محکوم شده باشه و سپس قاضی تشخیص بده به خاطر اینکه نمیخواهد طرف رو زندان بکند، به مجازاتی بدل از اون که سبکتر هست، حالا مثلا اقامت در یک
محدوده محصولی، حالا که میتونه خونه باشه یا یک فرد فرما محله باشه، محکوم بشه. هیچ محاکمه‌ای صورت نگرفته، هیچ تفهیم اتهامی صورت نگرفته، هیچ فرایند قضایی صورت نگرفته. و این نه تنها از جانب خانواده، از جانب خود آقایان موسوی و کروبی خان رهنورد هم اعلام شده. اونها بارها گفتن که ما هیچ فرایند قانونی در مورد اون اجرا نشد. دو سالم الان گذشته از اون زمان، زمان هست، ولی میبینن که ظاهراً اثر نکرده. جدا کردن آقای موسوی و کروبی خان رهنورد از جامعه مانع پایگاه بر باقی موندن پایگاه مردمی اینا نشده و امروزه ما در آستانه انتخابات قرار داریم. آنها باز دچار ترسن و از فتنه بزرگتر از فتنه قبل صحبت میکنن و میگوین که فتنه سبز میخواد بیاد، این دفعه خیلی قوی تر هست. حالا ما جدای از جریان انحرافی و غیره ها، اینشون دنده چی هست؟ اینشون دنده این هستش که آیون نتوانستن به اهداف خودشون واقعا برسن. درسته که جدا کردن موسوی کری و رهنورد از جامعه اونها رو از برحال همراهی افرادی که میتونستن سرنوشت ساز باشن محروم کرده، ولی جنبش باقی مونده، پایگاه مردمی اونها افزایش پیدا کرده، نه تنها در بین حامیان خودشون بلکه در بین منتقدان خودشون، کسایی که تا دیروز به حرفای اینا باور نداشتن، حرفای اینا رو با تردید نگاه میکردن، به جهت ایدئولوژیک یا خیلی مسائل دیگه ممکن بود که با اقتدارگرایان همراه باشن. امروز بخش مهمی از نیروهای سپاه، بسیج، خانواده هایی که حالا به جهت مسائل ممکنه دینی از جناح مقابل حمایت میکردن یا اینی که اونا رو مورد نقد قرار نمیدادن، به منتقدین جدی تبدیل شدن. انتخابات حق ماست. ما میگیم انتخابات حق ماست. ما میخوایم انتخابات برگزار بشه، تو انتخابات هم شرکت میخوایم بکنیم، از انتخابات هم نمیترسیم، اما انتخابات باید معنا داشته باشه. معنا انتخابات این هستش که اعصاب آزاد باشن، روزنامه ها آزاد باشن و به هر حال امکان جامعه مدنی امکان فعالیت داشته باشه و نشانمون آزادی این هاست. به هر حال ما به دنبال تحقق این هدف هستیم و امیدوارم که همه دوستان در این راه با هم دیگه مشارکت داشته باشن. ما هم یکی از به هر حال نهادهایی هستیم، یک مجموعه هستیم که در این راه سعی می‌کنیم که تلاش کوشش کنیم.